به نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت همه بیننده های خوب تلویزیون افغان، امیدوارم خوب و صحت سلامت باشین. برنامه نظر شما شروع شده، به گونه مستقیم خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم. تا یک ساعت در این برنامه هستیم و همکاری و تماس های شما را خواهان هستیم. امشب خواستم که در مورد چگونگی وضعیت امنیتی کابل و تلاش های امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری برای بهبود امنیت پایتخت صحبت داشته باشیم. شما هم اگر دیدگاه نظر مرتبط به این موضوع دارن، میتونن که به گونه مستقیم در این برنامه تماس بگیرن. راه های ارتباطی را از طریق اسکرین تلویزیون هم میتونن دریافت کنن و همچنان یادآور میشم 0783494968 است و همچنان 0797874446 دو شماره است که در اختیار شما قرار گرفته و در هر شماره که راحت هستین میتونن که تماس بگیرن و عرفایتان مرتبط به موضوع برنامه با ما شریک بسازند. نظر شما راس ساعت 9 شب آغاز میشه به گونه مستقیم و همچنان تکرار این برنامه را میتونن که راس ساعت 9 بامداد همان شب میتونن که بیننده باشن. همچنان سوالاتی که اینجا مطرح میشه، شما به عنوان یک شهروند وضعیت امنیتی کنونی پایتخت را چگونه میبینن؟ چقدر تحولات نسبت به گذشته ایجاد شده و رونما شده؟ همچنان تلاش های آقای امرالله صالح برای تامین امنیت شهروندان کابل چقدر تا اکنون موثر بوده و پلان ها و برنامه های روی دست گرفته چقدر نتیجه بخش بوده؟ فعلا هم تماس داره، ما نخستین تماس وصل میکنیم. سلام بر شما، بفرمایید تماس شما وصل است. سلام، خوبستن، بخیر است، شما خوبستن، کار امشبی شما است. خیلی ممنون از شما آقای احمد، تشکر که تماس گرفتین. شما نظر شما را میخوایم که در مورد وضعیت امنیتی پایتخت بدانیم، چگونه هست فعلا؟ فعلا خبرتان گفتم که وضع خوب نشده، بیخی خراب است. خودتان میبینه که جنگ و اتزاز در سر است، یعنی باقی خوبی سیده میتوند که 3 روز یا 2 روز پیش دنایش برای کشته بودن که امروز اون مظاهره بود، دو طرف را بند بودن، یعنی وضع امنیتی بیخی خراب شده. ما خوبی داشت اما فعلا وضع امنیتی پایتخت خراب است. شما فکر میکنین ادامه این تلاش ها و برنامه هایی که روی دست گرفته است و خصوصا برنامه 6 و 30 دقیقه، این برنامه ها و این پلان ها و در واقع تلاش هایی که آقای صالح به خرج میده شاید مثبت تا مدت دراز مدت در واقع فکر نمی کنند که نتیجه بخش خواهد بود و حداقل کنترل خواهد شد؟ آنچنان که آقای صالح هم مدعی است فعلا میگه که وضعیت امنیتی خصوصا رویدادهای جنایی حداقل کاهش یافته نسبت به گذشته؟ نه خیر، این خودتان می بینین کجا چی شده، روز به روز زیادتر شده. رئیس وزیر جنگ را می بینین، در ولایت سیستم جنگ است، در مرکز رو بیخی می بینین، سابق اگر کمتر چی بود تا به زیاد شده رفته. در هر نایه دیدینید بین 22 نایه یا چند نایه که در شهر کابل هستن، شما یک شب اگر بتانین هم باید دردین تان برای این دیدینید که چقدر چی میشه. در هر نایه خدا نخواسته یک نفر چی شود، فکر کنین که یک شب یک روز 22 نفر چی میشه. یعنی این مانسه چی بگه این دیگه هر کس تشکر از شما خیتالجی خود صحبت کرده رایی بسیار تشکر ما هم خود همه میگه تا گفته باشن. خیلی ممنون از شما آقای احمد. تا یک اندازه کار خوب کردن، اما تا یک اندازه کار نادرست کردن. سپاسگزار از شما، تشکر که تماس گرفتن. شب شما بخیر. زنده باشین. بخیر. ممنون از آقای احمد که تماس گرفته بودن. و بیننده های عزیز، برنامه نظر شما هست و این برنامه به گونه مستقیم نشر میشه و انتظار تماس های شما را داریم و امشب خواستم که در مورد چگونگی وضعیت امنیتی پایتخت صحبت داشته باشیم. نظریات شما را در همین خصوص میخوایم که داشته باشیم. تماس داریم و وصل میکنیم. سلام بر شما آقای محترم، تماس شما وصل است، خود معرفی کنن. خیلی ممنون از شما، تشکر. شما چی فکر میکنید نسبت به گذشته چقدر وضعیت امنیتی پایتخت تغییر کرده از زمانی که آقای صالح وارد عمل شده؟ وضعیت امنیتی چنین بودی که فعلا ما شما همه ما شاهد هستیم،
واجبه نه کنجوزی باشیم درستن جزی قطعا آدم رو با این انسان رو بکرن همه اشتران در افغانستان موشمه گیران برن دست همه با این بسنس بکن مستقیما برن اگر وقت یعنی برن رحضان یک نفر میده ساد بکنه سولیس میگیره اختر قیاد مسیج را سبیت های موزی رو مایت میشه آیا این به این صورت وطن موزر میشه؟ من از نظر ما امی واجب امیتی فیلم سخصوص کنه کابل اصلا هیچ خوب نیست خودم دیگه که رستوران های دارای از این چهار تیمونی کار میکنم وقتی که شبانه میشه اینجا همه خیرکان هست وقتی که موقع مسئول ایرسی از وطن لوگ میره همه اینجا فایل میشه این به چی مرمی واجب امیتی که معذب بگیم بهتره اصلا بیرو اومده این واجب امیتی ما اصلا هیچ خوب نیست به شما چی فکر میکنین؟ دلیل عمده این نوع امنی و این فایل‌هایی که از طرف شب صورت میگیره در کوچه ها و پس کوچه ها ما نمیتونیم درست و راحت گشت و گذار کنیم علتش شما در چی میبینین؟ علت ما خیلی ممنون تشکر از شما که تماس گرفته بودین امیدوار هستم که همکاری شما را همیشه در این برنامه داشته باشم شب شما بخیر سپاسگزار از شما. امشب خواستم که در مورد چگونگی وضعیت امنیتی پایتخت و تلاش‌های معاون صاحب اول ریاست جمهوری صحبت داشته باشیم. چقدر این تلاش‌ها و این برنامه‌هایی که روی دست گرفته آقای صالح نتیجه بخش بوده و چقدر شما رضایت دارن از وضعیت کنونی پایتخت. فعلا هم تماس داریم. می‌بینیم کدام دوست ما هستن. سلام بر شما. تماس شما وصل است. خودم معرفی کنن. آقای محترم تماس شما وصل است. اگر صدای مرا دارن لطفاً صحبت کنن. بله. تماسشان قطع شد. بیننده هایی که تماس میگیرن موقعیت درست را اختیار کنن. همچنان صدای تلویزیونشان پایان کنن تا اینکه من صدایشان در استودیو به گونه درست داشته باشم و تماس بعدی. سلام بر شما. خدا معرفی کنن. بله. بسیار تشکر از شما. ممنون که تماس گرفتن. اسم شما از کجا تماس گرفتن؟ جناب محمد عظیم خوشیوال خیلی ممنون آقای خوشیوال شما تلاش های امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری را چگونه میبینن در زمینه تامین امنیت شهروندان کابل؟ والا برادر عزیز خوب است نشده و والا از وقتی که نه تصمیم گرفته بود دیگه در اصول هم دیگه وضعیت کم خودتر شده و قدر نه دیگه دیشب هم به طرف ولایتی هم اینجا دیگه نوه های مسلح از گروه طالبان در آمده بودن در طرفار از رفته بودن چیک پوینت هم رفته بودن درست است اما ادامه این تلاش ها شما فکر میکنند که به گونه کامل رویدادهای جنایی کاهش خواهد یافت و به صفر خواهد رسید و همچنان شهروندان کابل حداقل صاحب امنیت درست خواهد شد؟ والا دیگه اگر کوشش نهایی کنم دیگه این تصمیم میشن که به این صورت تصمیم گرفته بودم این تصمیم خود قاطی باشن انشالله شاید یک نتیجه مثبت خواهد بود درست است آقای محترم زمانی که یک مجرم دستگیر میشه دیده میشه که مقام بلندپایه حکومتی یا وکیل پارلمان تماس میگیره به حوزه و درخواست میده که این فرد مربوط من میشه و از زندان رها شوند این مسائل فکر میکنند که چقدر این رویدادها را و مشکلات را بیشتر و افزایش داده یعنی این کارو یعنی گفتایی که دامان دادن از طرف وکلا بعضی ها یک بکسی به برای وکلا جهر میکنن و من سپر نمی کنم نظر خود شخصی خود این هستیم می کنم اینا خواهد که بعضی کسی ها دامان نزنن به خاطر وزیرای نواجهشان نزن که والا این کارا را وکیلا نزنن چون وکیلا نمیتن از طرف از اینا که صورت میگیر از طرف از اینی شاید مقامای حوزه شاید باشه که کارا صورت بگیره خیلی ممنون تشکر از اینکه تماس گرفتن شب شما بخیر سپاسگزار از شما نظر شما هست و بیننده های عزیز بگونی مستقیم خدمت شما عزیزان در این برنامه قرار داریم راه های ارتباطی را از طریق اسکرین تلویزیون میتونن که دریافت کنن و همچنان تماس داریم ما وصل میکنیم ببینیم کدام دوستان هستن سلام و شبتان بخیر خدا معرفی کنن سلام بر شما محمد هاشم کریمی هستم و همکار همیشگی شما از کارتینم شما رو زحمت دادم بسیار تشکر از شما آقای کریمی من میخوایم که نظر شما رو در این مورد داشته باشم به اقدامات تیم ششونیم که تا اکنون 23 تصمیم اتخاذ کردن شما چقدر موافق هستن و شما چقدر فکر میکنن که این تصامیم و این
پلانی که روی دست گرفته شده است نتیجه بخش خواهد بود. تشکر از شما. اول در رابطه با سینما باید با شما صحبت کنم. بفرمایید. فعلا وقت و زمان شده که دیگر با سینما ضرورت نیست. درست. به خاطر که رسانه ها هر رقم فیلمی که بخواهند در رسانه مانده میشه. درست. نیاز به این نیست که مردم با سینما بره. چرا خطر داره انتحار، انفجار، ازدیام، در خصوص کرونا. ای خوی از کار نیک کرد امرالای سالکی سینما را تخریب کرد. باید بجای دیگه سینما ها هم همینطور ساختمان های فرهنگی ساخته شود و در جای مناسبش مسجد های ادگاه ساخته شود تا مردم به سهولت با او جبرن عبادت بکنند. درست است. اما آقای کریمی، اما آقای کریمی در همین خصوص ما میخوایم که نظر شما رو در این مورد داشته باشم. سینمایی که تخریب شد، بیشتر مردم و بیشتر فرهنگیان و افراد فعالین مدنی در واقع اعتراض داشتن که نباید چنین کار شود، بازسازی باید شود. مکانهای تاریخی که تخریب میشد به نحو سرمایه معنوی یک کشور است و باید ازش محافظت شود. بجای این که فکر نمیکنن بجای این که تخریب میشد بازسازی میشد و بهتر میتونستیم که از اون مکان استفاده شود؟ برادر بزرگ، شما توجه کنید سینمای اقبال در کارده نو موقعیت داره، فعلا به یک مارکت مبدل شده. درست. سینمای بهزاد در موقعیت شوربازار موقعیت داره که فعلا به یک مخروبه مبدل شده. درست. سینمای میرویس فعلا به اونو حالت هست. یک سینما کنید برادر، اگر این مردم انتخاب دارن باید با تمام سینما ها توجه می شود. آن یک سینما را که تخریب کرد وام در نقطه بسیار اساس شهر کابل گود یک پارک سعدی می باشد که مردم چکر بزنه و سعد کنه تفریح بکنه. درست. آره مردم به بر ناق انتقاد می کنن، برای هم سینمای بهزاد را ببینن، سینمای میرویس را ببینن، سینمای گوده سنگی را ببینن، از دیمزنگ را ببینن. یک سینما تخریب شده فقان مردم برامد مسجدار انتحار انفجار کردن، هیچ کس شکایت نکرد. امرالای چاله را خدا قوت بده که با بنا سینما را در شهر کابل نمانه، با جایش تبلیغات جور کنه، یک چیزایی جور کنه که به درد ملت بخورن. درست است. در کنار از این آقای کریمی، شما تلاش های آقای صالح را در زمین تأمین امنیت شهروندان کابل چیگونه میبینن؟ از آقای صالح بسیار تشکر میکنیم. در رابطه با سرز و دزبازی فعلا بلتان گفتم میتونم که 80% سرز و دزبازی و موبایل دزدی و شب دزدی چیزا ممنوع شدن. درست. صرف فقط انتحار فجار زیاد شده. درست. ما از آقای صالح این خواهش را میکنم که از نظم و دیسپلین اینا استفاده بکنن. در وقت دکتر نجیب شهید وقت امور داخله یک سرباز در سیر منار شهدا استاد میشد برای 15 دقیقه که شما فکر میکنین مجسمه است. درست. اما از بسی که نظم و دیسپلین نیست، گیریشی دارن نظامی پکول در سرش هست، گیریشی دارن نظامی قذیفگک تکر بشه هست، گیریشی دارن نظامی کرمیز در پایش هست، اتنا به قماندان خود نداره، اتنا به اگمکار خود نداره، به وظیفه خود نداره. ما از آقای امرالاسانی این خواهش را میکنم. درست. که به خاطر خدا اولین کاری که میکنه نظم و دیسپلین قسمه که در اردوی ملی در وزارت امور داخله را سر کار بکنه. بسیار تشکر. ممنون آقای کریمی که تماس گرفتین. تشکر از شما. شبتان بخیر. سپاسگزار از شما که تماس گرفتین و تشکر میکنم از همه بیننده های نظر شما که بیننده برنامه هستند و همکاری شما را همچنان خواهان هستیم. شما میتونید که به گونه مستقیم در این برنامه تماس بگیرن، سهم بگیرن و حرفا و نظریاتتون مرتبط با موضوع برنامه میتونید که با ما و سایر بیننده ها شریک بسازند و تماس بعدی را واسه میگیریم. سلام و وقتتان بخیر. خودم معرفی کنین. سپاسگزار از شما. ممنون که تماس گرفتین. شما چه فکر میکنین؟ چقدر وضعیت امنیتی پایتخت نسبت به گذشته تغییر کرده و یک تحول مثبت ایجاد شده؟ این شما بسیار تغییرات آمده. درست. کم نیست زیاد تغییرات آمده. مثلا اینکه برادر ما پیشتر برای شما گفتیم در نظم و دیسیپلین نیست، در قاعد بلیس احترام متقابل هیچ وجود ندارد. با درست و با دیگر اکم بلیت میزنه مثل که یک نظام باشه، نظام سنگ نیست و فعلا بسیار یک نظم و امنیت آمده. این شما خدا کنم تو باشه که دوزار دیگی و چیزار گم شود. درست است. تشکر از شما. خیلی ممنون که تماس گرفته. شب شما بخیر. سلام.
سپاسگزارم از شما. بیننده های عزیز شما هم میتونن که همین گونه تماس بگیرن، خیلی خلاصه، خیلی کوتاه، مرتبط به موضوع برنامه میتونن که نظریاتتون، حرفایتون با ما شریک بسازن. تماس بعدی رو واسه میکنیم، میبینیم کدام دوست ما هستند و از کیو تماس گرفتن. سلام و شبتون بخیر آقای محترم، خدا معرفی کنن از کیو تماس گرفتن. سلام مرام بر کل شما میرد سرور. بسیار تشکر آقای سرور. کمی بلندتر صحبت کنین تا یکی صدای شما رو درست داشته باشیم و نظر شما رو مرتبط به موضوع میخوایم که داشته باشیم. بفرمایید. اول بسیار خوش هستیم به خاطر از این که یک سخت خواهدید یک نفری هست که سر تا سر افغانستان به خدمت خود یک نفر هست به خاطر از این که ما دیدیم یک زمان بود که وزیر داخله بود هدایت داده بود که کس مظلوم نیست میتونه در مسجد یا در فاتحه‌خانه اشتراک کنه. از سیاست از او هیچ شخص با دریشی با لباس نظام دسته نمی کنید. قراره که ممیدنیم در کابل فضل خدا اهمیت بسیار تنین شده بسیار که باید خدا زنفراز داشته باشه. درست است آقای خوشیوال، اما در همین 24 ساعت گذشته در شهر کابل حدوداً 7 قتل صورت گرفته. به این معناست که هنوز هم وضعیت امنیتی و رویدادهای جنایی که قبلا اتفاق می افتاد هنوز هم ادامه داره. خب محترم شما ایره نادیده نگیرین، من در قطع افغانستان بسیار زیاد از دشمن در هر شکل که باشد کار خدا می کند. می فهمین که اونا از جان خود سیر میشه یک سرپک یا یک چیز جانه در وسایت پلیس یا اردوی ملی که میمانه انتشار میشه او خودش را یعنی امی توانمندیش نشان نمیشه که در مقابل نیروهای امنیتی مقابل در مقابل دوش و دوش بجنگه بخاطر همی وحشت و مردم را پریشان کردن دیگه هیچ گپ ندارن. بسیار تشکر، خیلی ممنون از شما که تماس گرفتن. امیدوارستم که همکاری شما را همیشه در این برنامه داشته باشم و شب شما بخیر. تشکر از شما همچنان. و بیننده های عزیز، راه های ارتباطی را از طریق اسکرین تلویزیون میتونن دریافت کنن و مستقیم در این برنامه تماس بگیرن. انتظار تماس های شما را داریم و تا رأس ساعت 10 خدمت شما هستیم. تماس بعدی و میبینیم کدام دوست ما هستن. سلام بر شما، خدا معرفی کنین. بسیار تشکر از شما، ممنون که تماس گرفتین. حرف شما را مرتبط با موضوع برنامه میشنویم. نباشی برادر، خیلی بینیم. ما جناب معاون صاحب اول تشکری میکنیم که امنیت وقت در کابل در کانتینر صاحب شیار امنیت شده، امن شده فامیلی درست. یک تشکری دیگه میکنیم که در شهر ما خود ما دستور نجوه دیگه که رشوت خورا زیاد شده، مزارش نام پلیس هم میگیره باید این نام بزرگش خانگل است. این جناب رئیس اول میگه با ما امر کرده که پاکاری کنه شهر اول رشوت نه ما رو پیسه بده ما نمیمون پاکتانو میکنیم. درست، بسیار تشکر از شما، خیلی ممنون. امیدوارستم که نهادهای مربوط توجهش متوجه حرف شما شده باشه و مشکل حل شود. تشکر که تماس گرفتن، شبتون بخیر. ممنون از ایشان که تماس گرفته بودن. و بیننده های عزیز، انتظار بیشتر دارم. شما هم میتونن که همین گونه تماس بگیرند و موضوع برنامه هم چگونگی وضعیت امنیتی کابل است و تلاش هایی که در زمینه تامین امنیت برای شهروندان کابل صورت میگیره. تماس داریم و واسه میکنیم. سلام بر شما، خدا معرفی کنن. بله آقای محترم، تماس شما وصل است، خدا معرفی کنن از کجا تماس گرفتن. تماس شما قطع شد. تاکید میکنم زمانی که تماس میگیرن موقعیت درست تر اختیار کنن و همچنان صدای تلویزیون تانه پایان کنن تا اینکه صدای شما در استودیو به گونه درست داشته باشیم. تماس بعدی و سلام و شبتان بخیر، خدا معرفی کنن. بسیار تشکر از شما آقای شفیق، ممنون که تماس گرفتین. نظر شما را هم میخوایم که در مورد تلاش های آقای صالح داشته باشیم. چقدر سودمند واقع شده تا اینجای کار؟ آقای شفیق متاسفانه که صدای شما را به گونه درست نداریم، یک موقعیت بهتر و خوبتر اختیار کنیم.
قابل بفرماین. بفرماین، اگر سوال ما را گرفته باشین پاسخ شما را میشنویم. درباره واسه امنیتی شهر کابل خدمت شما شبکه اقدام ما منعیت شهروند از هر گونه اقدامی که باعث کاهش جرایم در شهر کابل شود پشتیبانی میکنیم و از او استقبال میکنیم، اما با توجه به عوامل جرمی و عوامل جرمزایی که وجود داره همچی اقدامات میتونن موقتی باشه، مثلا نصب عکس مجرمین خطبان خود را پنهان می سازن و در کمین می باشن و در صورت که عوامل جرمزا برش پرداخته نشه ما شاید پا به سرگذاشتن یا پا به عمل گذاشتن صدها مجرم جدید هم از جرائم خود کوچک و هم از جرائم سازمان یافته در شهر کابل و در مجموع در کشور خواهیم بود. درست است، اما آقای شفیق، آقای امرالله صالح بیان کرده است و مدعی است که نسبت به گذشته ما حداقل رویدادهای جنایی را در شهر کابل به صفر رساندیم و یا حداقل روزانه یا در 24 ساعت ما بیشتر از دو رویداد جنایی در شهر کابل نیستیم. آیا واقعا چنین است؟ خب طبعا در صورتی که در ابتدا در شروع کارها میبینیم که همچی اگه اتفاق مفته، اما ما خدمت شما عرض کردم که مجرمین فرصت طلب میباشن، پنهان میکنن خدا و همین اقدامات با وجود که ما از استقبال میکنیم متاسفانه اقدامات موقتی هست. بسیار تشکر، خیلی ممنون آقای شفیق، تشکر که تماس گرفتن، شبتان بخیر. تشکر از شما، سپاسگزار از شما. نظر شما هست بیننده های عزیز، برنامه ادامه دارد و انتظار تماس های شما را داریم، شما میتونید که به گونه مستقیم در این برنامه تماس بگیرند و فعلا هم تماس داریم، ما وصل میکنیم. سلام بر شما آقای محترم، خودم معرفی کنند. تماس رو قطع شد، شماره های تماس میتونید که از طریق اسکرین برنامه از اسکرین تلویزیون دریافت کنند و همچنین مرتبط به موضوع برنامه میتونید که نظریاتتان با ما به گونه مستقیم شریک بسازند. تماس بعدی رو وصل میکنیم، میبینیم کدام دوست ما هستن. سلام بر شما، خودم معرفی کنند. السلام علیکم برادر. علیکم السلام، اسم شما آقای محترم است یا تماس گرفتین؟ ما خیلی خاله با تماس شدیم، دوشنبه از آمد پاکسار آشپز. ممنون از شما. فعلا وضعیت خیرخانه چگونه است؟ در گذشته ما بیشتر شاهد رویدادهای جنایی در حیثه خیرخانه بوده ایم در اون ساحه، فعلا چقدر تغییر ایجاد شده در وضعیت امنیتی در اون ساحه؟ بعد سر چم با وقت دوشنبه بسیار فعلا هر قرار است، فقط ما حضور باز معاون رئیس جمهور هم است که اینوی دسمال دارا و پاچه بلنده و کرمچپای ها را فقط از مملکت موار داره، میگم انتقای ما هم نسته. یکی همی پولیس باید که دسمال در گردنش نباشه که تدریشی نظامی، اینوی قارزو داریم خلاص. تشکر، ممنون که تماس گرفتن، شبتان بخیر. خیلی ممنون از شما. بیننده های عزیز، موضوع امشب برنامه نظر شما چگونگی وضعیت امنیتی شهر کابل و تلاش هایی که آقای امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری برای تامین امنیت شهروندان کابل، تلاش هایی که صورت میگیره در این زمینه و تلاشی که میکند در این مورد، خواستم که نظریات شما را داشته باشم و شما هم میتونید که خلاصه در همین مورد نظرتان رو بیان کنند و تماس واسه میکنیم. سلام بر شما. السلام علیکم. علیکم السلام، اسم شما آقای محترم است که تماس گرفتین؟ خیلی ممنون، سپاسگزار. اسم شما و تماسشان قطع شد، بیننده هایی که تماس میگیرن موقعیت خوب داره مساعد بسازن و در واقع اتخاذ کنن تا اینکه صدایشان درست داشته باشیم و تماس بعدی. سلام بر شما آقای محترم، تماس شما وصل است، خودم معرفی کنن. سلام بر شما، اگر صدای مردان آقای محترم بفرمایید صحبت کنن. بله بفرمایید صحبت کنن، از کجا تماس گرفتن و نام شما چی است؟ سلام علیکم، نام احمد فرید. خیلی ممنون آقای فرید، نظر شما را میخوایم که در مورد تصامیمی که در مورد تامین امنیت شهر کابل روی دست گرفته، پلان ها و برنامه هایی که در همین زمینه اتخاذ شده، این چقدر سودمند تا این جای کار واقع شده؟ تقریبا 60-70% سودمند است، بسیار کار خوب است، مگر که دوام زیاد باید بگیره. چندین سال وقت کار داره که این کارهایی که در 10 سال در شهر کابل پیش آمده، وقت کم کار نداره که در یک ماه و دو ماه این کار خلاص شود. اما شما فکر میکنید که این تلاش ها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و تا زمانی که به گونه کامل
امنیت در کابل تامین شود، این تلاش ها و این برنامه ها و پلان ها پیگیری خواهد شد یا نه موقتی خواهد بود؟ خدا کنه که امطر دوامدار باشه. یکی و یکی دیگه ما یک پیشنهاد دارم کنی عکسایی که در موترا یا نصب کردن عکس هر کس را اگر جناب باون صاحب در این یک تجدید نظر کنه و بگویه که این عکس ها را یا از عکس ها امون عکس هایی را که یا در موترا نصب کردن این نفره را دوست ندارن یا صرف از خاطر مرام شخصی خود این عکس ها را بند کردن. اگر معاون صاحب اول امی کار بکنه که سر امی اکسا ازا یک معالیه بزنه بگویه که هر کسی که در شیشه پیشونی موتر خود اکس نصب میکنه صد افغانی در روز معالیه بکنه. من دیدیم که باز کی را دوست داره و اکس را میخواه که بند کنه. تشکر از شما، خیلی ممنون آقای محترم، شبتان بخیر. تشکر، سپاسگزار. امیدوار هستم که همکاری شما را میشه در این برنامه داشته باشم و بیننده های عزیز انتظار تماس های شما را هم دارم و فعلا هم تماس داریم و وصل میکنیم. سلام بر شما آقای محترم، خدا معرفی کنن. بله سلام علیکم. بفرماین تماس شما وصل است، صحبت کنن. یک سلام خاص به خود و بیننده عزیز که امین اکنون ما شما را تماشا میکنم. علیکم السلام، خیلی ممنون، بفرماین صحبتتان را شریک بسازن. ما بایی بلانفایل حکومت به هر کدامش که نظر میکنیم و کل شهیدان میمونه و آدم میشه کل جزرو تا که جناب ما اون صاحب امنیت به حوضه گرفته چیزه که جوان های ورزه شما کل شهید میشه. این از بازبان باشه هیچ عمل نشه، باید سر یک موضوعی که زبان میتن از اکر یک 26 تامین کنن امنیته از بعد بطرش بکنن. هیچ رقم مادر جناب درست است، اما شما فکر میکنن که هیچ گونه تغییر در وضعیت امنیتی شهر کابل تا فعلا تغییر به وجود نیامده است؟ حاضر شاید این کلمه کس ای بسیار تشکر، خیلی ممنون از شما آقای محترم، شبتان بخیر. شکر از شما. بیننده های عزیز زمانی که تماس میگیرند لطفاً موقعیت درست تر اختیار کنند و همچنان صدای تلویزیون تان را پایان کنند و صدایتان را به گونه درست داشته باشند و بلندتر صحبت کنند تا ای که صدایشان و صدایتان در برنامه به گونه درست داشته باشیم. و تماس بعدی را وصل میکنیم، میبینیم کدام دوستمون هستن. سلام بر شما، تماس شما وصل است، بفرمایید صحبت کنند. بخاطر وضعی امنیتی گفته میه چرا هم مروز انتیار انفجار برادر قتل قتال کشتن دیگه و دیگه این ماهی سی بیاوالی در جمهوری برادر هیچ توجهی نداره، هیچ چیزی نداره نظر به وضعی که کردن و مردم این وضعا هم اگه چی شد. درست است، اما آقای محترم، آقای امرالله صالح بیان کرده است که نسبت به گذشته وضعیت امنیتی پایتخت بهتر شده است، حداقل ایشان بیان کرده است که رویدادهای جنایی کاهش یافته نسبت به گذشته، و شما فکر میکنند که چنین واقعیت وجود نداره؟ نه یعنی همیشه ما میبریم از خانه و شهر پشت کار پشت وظیفه در تر در لر برادر دادرهای ما شهید شد، خیشای ما شهید شد، برادر امروز یک هموطن ما برادر شهید شد، یه هم اون برادر این همی حالت بدبختی تا که در این حالت مردم زندگی کنه مجبور شد وقتی مردم برای و بعد دیگر کشور ماجی شد و مسافر شد و مجبور که وطن ترک کردن دیگر این سل هم چی رقم سل کرد در قطر برادر در این سه ماهی نتیجه هم نداد. درست است، اما شما به عنوان یک شهروند چه فکر میکنن؟ علت عمده و اساسی افزایش ناامنی ها و مشکلات امنیتی که فعلا در کابل خاصتا وجود دارد در چی است؟ والا ما که مشاهده میکنیم سر مقصد خفه نشه و کلان ها و بزرگ ها هر کسی دمو خرده بردی دیو که خودش است و بخاطر یک منابع شخصی خودش است و امروز برادر هر وکیل هم میبینی یک مفتر زره در دم باشد بیست موتر دیگه تقریبی برادر در چارهای مردم غریب و بیچاره میره و برادر رابندان از این مشکلات از این خدمه وظیفه داریم
ایشاش بجا میریم باور که بنده بجا بعضاب دستری وزیفه ما نمیرسیم اونم بک ترسل هست که خلای نقصه کدام انتجار نشود اینه این وضعیت امنیتی کشور ما روز برون تکلی در تانه ها در صفحه اجتماعی خدمات ما هم روزه میبینیم یا رامی اگر باشه کود رئیس سل قطر نتیجه میداد و یا را گفت که نتیجه نمیده رئیس سل جمعه وعده هایی که میگنه به مردم کل اشید دروغ هست هیچ کدام از این وعده ها شده به مردم مثلا به مو وعده ای که کردن استاد نشدند مردم بری از یا رای داد بری از یا برادر جانش داد مالش داد انگشتش قد شد این روز برادر وقتی که در چوکی شیشتن هم اگیر فراموش کردن دیگه او گفا خلاص شد. درست است. اما آقای محترم شما چه فکر میکنید زمانی که یک وعده میتر رئیس جمهور و افرادهای که در حکومت هستند و مسئول هستند و مقامهای بلندپایه حکومتی هستند چرا به وعده هایشان عمل نمیکنند؟ والا ایت است که دمو وعده هایی را که روی یک تر یک برنامه ای که اینا جور میکنند و مردم به نمایش میگذارند مثل که یک اعلان های تجارتی باشم مردم یه افغانستان هم مثل یک بازیچه هایی جور سلند این دو در دیگه کشور ها برفیدی پول های هوایی جور شده سرک های زیر زمینی است که خطای میترو میره و این دو در کشور ما ده تا میلی بسی نیست که برادر یک مسافرین از گرفت انتقال و تهیزیام شهر کابل وقتتان معلوم است اهمیت وقتتان معلوم است یک وزیر داخلی است که دمو وزیر دفاع این همو آدم بیرادر اینجا پنج سال سال قرارداد کرد در ده ها در جا ما شنویم گفتن او را اشرف غنی مثل بچه خود شماری فکر کرده بیرادر این جلش نمیشه و که او تغییر تبدیلش کنه با ای اساس این همی امنیت است که برادر ما هم مروضه دیدید این برادر سن کشتن مردن این همی اولاد غریب بیچاره در شفاخانه در پوانتون هم اگه از این عاملش کتایی است که نفرهای با استیداد باید باشن نفرهای ماری روی باید باشن نفرهای باشن که سیستم جنگی را باید در کشور بشامند کتایی میاید که برادر هیچ از قانون کشور خبر ندارن از جنگ خبر ندارن. بسیار تشکر از شما. بسیار تشکر. ممنون از شما که تماس گرفتین. شبتان بخیر. تشکر زنده باشین. سپاسدار از شما هم و بیننده های عزیز نظر شما هست و ادامه برنامه و در خدمت شما به گونه مستقیم قرار داریم و تماس داریم و تماس عوض میکنیم. سلام بر شما خودم معرفی کنین آقای محترم از کیو تماس گرفتین. سلام علیکم برادر. علیکم السلام. اسم شما؟ خوب جان شما جور بخیر هستین. خیلی ممنون سپاسدار از شما که تماس گرفتید. یکی از افسران متخاید هستم برادر محترم. خیلی ممنون. شما یک فرد که در نظام کار کردین و کار میکنن عملا وضعیت امنیتی کابل شما چگونه میبینن؟ شما مهربانی یک وقت نظام داشتیم صاحب قیمت روز بود و نه کدام خیانت بود و نه کدام جنایت بود اما فعلا که میبینی سرباز هم میبینی افسر هم میبینی در پایش گرمی چطور در شانش قدیفه و سلا و شانش سرش لوچ ایخ و نظام نشد و با دون گفی مایی از مطرم که همی از آقای امرالله سالم یک جهان تشکر میکنم که همی دوز و موبایل چورگر و چپاولگر و اینا را از بین برده فرده خورد. خیلی ممنون. بسیار تشکر از شما. سپاسدار از شما که تماس گرفتین. شبتان بخیر و بیننده های عزیز راه های ارتباطی شما با برنامه 0783-49-49-68 است و همچنون 0798-744-446 رو تماس بعدی. سلام بر شما آقای محترم خودم معرفی کنم. وعلیکم السلام جای نظامی سنت خوشحال. تشکر از شما آقای نظامی که تماس گرفتن. در این اواخر ما سرصداهای ایجاد شد که حدوداً 300 کمره امنیتی در تمام شهر کابل در واقع نصب شده است اما موثریت این کمره ها را ما تا هنوز شاهد نیستیم. چرا چنین چیزی وجود دارد؟ چیزی که استفاده میشه و برنامه‌ای که روی دست گرفته میشه چرا یک نتیجه بهتر و مطلوب نداره؟ فضل الله سال کار کرده است 80% کار ده سی فیصدش را فایده کنه دویش مانده اولا ساله در قرغه بیشار جای خراب بود نمارا کنش را بیرام کنن بیشار کار خوب کنه کنم پا بود اختتاف از اونجا میشد روین از اونجا سودا میشد
بچه‌بازی همونجا میشد این کارا را گم کنم از این خوش هستم او یک کار دبا بکنم این نفره که گرفتی در طور سالانگوری به تسالانگوری پسی رو اعلام کنم در فیسبوک ها دیگه میبینیم گرد بدم گفت من 20 دفعه پسی گرفته پسی داشده اونو را باید مکمه میکرده این چینت سالانگوری دسته بشه بید یک مکمه سرایی جور کنم ورستون شده که کسی که موبایل از میگیره یک نفره میکنشه مکمه سرایی کنش چرا دستش خط نمیکنه چرا پایش خط نمیکنه چرا چشمش نمیکشه بچه مردم شهید میکنه یک موبایل چی مانا داره 10,000 یا 20,000 یا 50,000 یا 2,000 اون رو میگیره یک مسلمان رو میکشه امرالله سالی این که کارا بکنه که مردم افغانستان از این خوش شده اون رو میگیره پس اینا میکنه چی فایدهش؟ درست است، اما شما فکر نمیکنید که همین قانونی که داریم قوانین نافذه کشور اگر واقعا تطبیق شود شاید ممکن در واقع این رویدادها حداقل کنترل شود و مدیریت درست‌تر شود تا اینکه جای به حد کشانده نشود که ما دست قطع کنیم یا اینکه چشم کسی کشیده شود؟ کار که بکنه خود خوب میشه خواهد کنید کار شوه خود در افغانستان خواهد این کار دست امریکا هست دست افغانستان خونه است حالا تا کمی 6 سال یا 8 سال شده که امیاج نفانی در رئیس جمهوری کی رو ادام کنه چقدر نفر قتل هم شد یکیش ادام نکنه امریکا نمیمونه امریکا کسی که قتل کنه نفر بکشه او خوش هست کسی که کار خود کنه او رو بد نکشه امریکا کس امیچی قضایی ما دست امریکاست، در افغانی دست امریکاست، یا خلوش هم نمیمونه امرو مایتانه اگر میخواه که در افغانستان کل اگه خوش داشته باشه شد باید این همی که افغانی رو راضی کنه که کسی کمی کارا رو میکنه باید اگر دلدی که دست چقدر کنه اگر مثلا اگر نفر کشت کشته شده که ما زود ادرات میگیره مردم افغانستان سوت بسلوار هست یا هر قدر که گناه میتونه پس اینا میشه از این طرف میگیره در طرف پس اینا میشه به دخل به زنده نمیمونه که 10 سال و 20 سال هر طور بشه مافیا هستن مافیا پشت زی هست باید پشت مافیا را گیر کنه راتانه را خبر کنه کنه اگر وکیل است اگر وزیر است اگر رهبر است هر کس کس میره بگویه مردمه که مردم بفهمه که از این نفر عبرت کنه برای چه قدر مردم کشته میشه در حوضه پنج دو دو نفر به خاطر دو تا موبایل کشت یه باید جنان پولیس کرده شاکو دست کشه شاکو را کس نبید یه تو فرار کرد موترسکل سوار بود اینو را کمشه باید گیر کنم موترسکل موترسکل داشته باشه کنشه چی کنه گیر بیا تشکر از شما آقای نظامی سپاسگزار که تماس گرفتن شبتان بخیر تشکر سلامت باش خیلی ممنون بیننده های عزیز نظر شما به گونه مستقیم نشر میشه و این برنامه خاص به خاطر شما بیننده های عزیز شکل گرفته و شما میتونید که از این طریق صدایتون بلند کنین و مشکلاتتون اینجا یادآور شوند و به گوش مسئولین مشکلاتتون برسانند و تحلیل کنین وضعیت و شرایط و میتونید که تحلیل و فکرها و اندیشه ها و دیدگاه ها و نظریاتتون میتونید که از این طریق تبارز بتین تماس بعدی را وصل میکنیم میبینیم کدام دوست ما هستند و از کیا تماس گرفتن سلام بر شما خدا معرفی کنین سلام بر شما خواهی محترم تماس شما وصل است صحبت کنیم سلام علیکم خوب خیلی ممنون تشکر که تماس گرفتن نظر شما رو هم میخواییم که مرتبط به موضوع برنامه بدانیم بفرمایید تماس شما قطع شد بیننده های عزیز تماس بعدی رو وصل میکنیم میبینیم کدام دوست ما هستن سلام بر شما خدا معرفی کنیم سلام بر شما آقای محترم خدا معرفی کنین و از کیو تماس گرفتین؟ بله من از سندویل تماس گرفتین. خیلی ممنون تشکر. در این روزها در ساحه که شما زندگی میکنین وضعیت امنیتی چگونه است؟ نسبت به گذشته کدام تغییراتی را احساس میکنین؟ بفرمایید آقای محترم تماس شما وصل است. تماسشان قطع شد و بیننده های عزیز زمانی که تماس میگیرن موقعیت درست تر اختیار کنن و همچنان صدای تلویزیون تان پایان کنن و کم بلندتر صحبت کنن و با انرژی تر اگر صحبت کنن خیلی خوب خواهد شد و صدای شما رو به گونه درست مطمئنم که خواهیم داشت تماس بعدی و میبینیم کدام دوست ما هستن سلام بر شما آقای محترم خدا معرفی کنن مشنوید بفرمایید تماس شما وصل است صحبت کنن خب زمانی که تماس میگیرن لطفاً بیننده های عزیز متوجه تماسایتون باشن زمانی که تماستون وصل میشه به استودیو سریعتر صحبت کنن اول خود معرفی کنن و بعد بپردازن به اصل موضوع و نظرتون رو بیان کنن تماس بعدی را وصل میکنیم میبینیم کدام دوست ما هستن سلام بر شما خود معرفی کنن السلام علیکم محمد یونس شرمنده تاثیر پلیس کی بسیار تشکر آقای یونس که تماس گرفته نظر شما رو هم میخوایم که بشنویم بفرمایید مخکې نه خو اوس وضعیت الحمدلله ډېر ښه شوی دی
تقریبا 50 بیتز زده خشوه ده. درست. من بیر خوشحالی ده تالی ده خدمت نه. او بدی که ده لانگیر پتامه یوی چه انشالله ده دینا نورم کوشش رو کی بسوم را پاس اغلی چیزی چیزا همونی چی بخیر انشالله. درست است. شما فکر میکنید که این تلاش ها ادامه پیدا خواهد کرد و وضعیت امنیتی کاملا بهبود خواهد یافت؟ نو دسته نه که دغه وضعیت یوازې په کابل کې خراب نه ده، دا خو په ټوله دنیا په لویو خیرونو کې خراب وي، ځکه چې دا که هر څومره خو اوس انشاءالله چې موږ په دې انتظار یو کنټرولېدو کې ده انشاءالله. د مخکې نه ډېر ښه شی مخکې به چې په کابل ښار کې را روان وي فکر به دې کوو چې زه په یو دشته کې راوځم. تشکر از شما. خیلی ممنون آقای یونس که تماس گرفتین. شبتان بخیر. سلام علیکم. سپاسدار از شما. نظر شما هست بینندگان عزیز موضوع امشب برنامه چگونگی وضعیت امنیتی کابل و تلاش های امرالله صالح برای بهبود امنیت پایتخت. دقیقا در همین مورد خواستم که نظریات شما را جمع آوری کنیم و با خود داشته باشیم. ما تماس بعدی را وصل میکنیم ببینیم کدام دوست ما هستن. سلام بر شما. سلام بر شما. بفرمایید خودم معرفی کنید. از کجا تماس گرفتید؟ دستور در رابطه با امنیت در افغانستان باید بگویم که امنیت افغانستان در چه بود خلاصه شده. درست. بود اول از این است که استخبارات افغانستان ضعیف است. گروه های انقلاب افراطی در افغانستان از نگاه سیاسی مبارزه خود آغاز کردند. از شخصیت های ملی و نظامی افغانستان دروغ میکنند. کسایی که قبلا 30 سال 40 سال در افغانستان دست به می کار زدن فیلن هم ادامه داره. دای منطقه خانهش تصدیت میکنن، از سرباز تصدیت میکنن. شما برین در قرباغ، در شکردره، در گلدره، در شیوکی، در بیمیسار، در چاراتیا، در خودخواه، در زان قیمت، در بدرامی، در ترخیل، در مناطق اودخیل، در هر جای مناطق این گروه هایی که قبلا فعالیت میکردن امنیت و ثبات افغانستان از بین میمورد میبردن، ارگان های نظامی افغانستان هدف قرار میدادن، افسران نظامی و سربازان را به قتل میرساندن و فعلا ادامه داره. کی وظیفه مستقیم به استخبارات افغانستان ارتباط داره که از نگاه سیاسی مسائل سیاسی که در افغانستان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در افغانستان و اینا در گروه های هستند که وابسته به کشورها جاسوسی میکنند و برای نظام افغانستان، برای تخریب افغانستان کار میکنند که از طرف کشور پاکستان، ایران اینا سازماندهی میشن، مستقیما خطرهایشان آغاز شده. بعد دومش این است که مسائل اختلاف دزی، غارت، چور چپاول، خیانت بیت المال، چور چپاول بیت المال و در ضمنش مال مردم و ادامه دارد. یا در صورت که پلیس افغانستان یا پلیس شهری نیمود پلیسی که از اطراف آمده اونجا از اشخاصی که از اطراف آمده نظام پلیس ایجاد کنه ساخته اینا کسای هستن که اشخاص از فرد که افرادشان در ارگانهای وزارت داخله مستقیما نفوذ دارن و اینا آزادانه هر کار کنن از طرف در سارنگولی یا نفر دارن در وزارت داخله یا نفر دارن در مقامات بالایی یا نفر دارن پارلمان یا نفر دارن اینا دوباره رها میشن از زندانها هیچ کسی نیست که یا را مجازات کنه. در افغانستان مطابق به قوانین اساسی افغانستان در کشوری که مجازات مکافات نباشه و کشور نابود بشه از بین میره و کشوری که امنیت و ثبات نداشته باشه و کشور نابود میشه، کشوری که اقتصاد نداشته باشه و کشور نابود میشه، کشوری که سیاست نداشته باشه، سام نداشته، بالای اخبای خود نظامی که واقعا در یک کشور ایجاد میشه، نظام یک مملکت مطابق قوانین اساسی مجازات و جدی و در مجموع باید اقدام شود قانون در تمام اصلاح افغانستان. اما متاسفانه در افغانستان دیر است همیتونه که آقای امرالله صالح جلسه که کارش میکنن واقعا یک شخصیت هستن که برای مبارزه علیه جنایتکارا کار میکنه. اما ببینید آقای امرالله صالح کی دستور میده که برو سینمای مارک تخریب کو دیره بر بدنامی آقای امرالله صالح سازماندهی شده که بدنام شود. اگر آقای امرالله صالح یک سیاستمدار باشه درست باید این شرعی وظیفه یک شاروالی است، وظیفه یک وزارت اطلاعات فرهنگ است، در حالی که کسان آمدن در افغانستان تخریب میکنند موضوعات که در رابطه با آثار عتیقه مثلا آثار افغانستان یا جایگاهی که قدامت تاریخی در افغانستان داره اینا را تخریب میکنه. یک خیانت بسیار بزرگ در افغانستان که جبران ناپذیر است.
چرا از بط بامیان ثابت نشود که از توسط دستور از پاکستان بطای بامیان از بین برده شد تا تاریخ افغانستان نابود شود و او بطای بامیان که در افغانستان در زمان خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فتوا داده نشده بود که بطای بامیان از بین ببرند، چون پاکستانی ها دید که اینجا سرمایه ملی افغانستان است، به اینجا مسائل توریسم است، این پول زیاده به افغانستان سرازیر می شود و دیپلمات ها و مهمانان خارجی در افغانستان نه از بطای بامیان دیدن می کنند و این طالب های جنایتکار از بین بردن، از با پول کلدار پاکستانی آمدن بطای تاریخی افغانستان نابود کردن. اگر می خواهند واقعا در افغانستان اگر اینا نظام می سازن اهل کار به اهل کار بسپارن، ببین کسایی که در ارگانهای وزارت داخله است هیچ چیز نمیفهمند، حتی اینا هیچ چیز را میفهمند، به ارگانهای استخباراتش درای بچه های خورد آوردن، اشخاص را آوردن که بوی نمیبرند از استخبارات در افغانستان. ما نمیفهمم که اینا کدام قوانین امنیت ثبات در افغانستان نه حاکم میکنند و با مردم افغانستان ثبات و امنیت میرند. هیچ ناممکن است تا زمانی که وزارت داخله اوضاع امنیتی، هر اوضاع امنیتی زمانی که حادثه میشه، اختلاس میشه، قتل میشه و عامر اوضاع باید محکمه شود. خیلی نمیتونه چرا حاضر شده که عامر اوضاع یا معاون اوضاع یا عامر جنایی اینا خودشان ما فکر میکنن با علاقاتی که در داخل و نظام افغانستان هست حمایت میشه. بدبختانه افغانستان یک کشور فوق العاده مافیایی است، در کشوری که مافیایی باشه زد و بندای سیاسی باشه و کشور نه جور میشه نه ساخته میشه و اینمی حالت در افغانستان ادامه داره. تشکر از شما. زمانی که یک حکومت واقعا در افغانستان با پایه‌های ملی و مردمی و از این قومی و قبیله‌ای دور نشه و وزارت دفاع غیر سیاسی نشه، وزارت داخله یا استخبارات افغانستان سیاسی نشه و مسلکی نشه، بیر ما برتان با چلن میتون در افغانستان. اگر در 20 سال دیگه شما در افغانستان امنیت تفاوت خیلی ممنون از شما آقای شفیق، بسیار تشکر. برتان میگه حاضر هستم که هر کاری که بگذارین برای ما که مجازات کنیم ما حاضر هستیم، که در غیر از این اگر این همی قانون افغانستان قانون اساسی است، وظیفه ملی مملکت است، اینجا قوم پرستی را بگذارن، اینجا بین حکومت دولت و ارگان های واقعی را ایجاد کنن، اگر نمیتونن بگیرن همی حکومت با حکومت قبلی آقای دکتر شهید محروم شهید رای حق و عدالت در افغانستان که واقعا دکتر نجیب کشتن از بین بردن، همه افراد و اشخاص نظامی وجود داره، بیاین این قدرت به علما تسلیم کنم و حکومت کنم. فرصت شما تمام است آقای شفیق، خیلی ممنون از شما که تماس گرفتید و در غیر از عطا میخواهیم وقت سلام گرفتم کسانه که گپ میزنه در برنامه شما وقت هم میگره، این همیه را کوشش کنه که همیه صداهای از همیه را قطع کنه، اینا درست تحلیل درست نداره، وقتی که دیگه از کسانه که واقعا میفهمه همیه را عذر میره. تشکر از برنامه تان. تشکر از شما همچنان که تماس گرفتند و نظر شما و همه بیننده هایی که دوست دارن در برنامه تماس بگیرند و حرفی برای گفتن دارن و نظر و دیدگاهی دارن مرتبط به موضوع، چالش دارن، مشکل دارن، میتونن که در این برنامه تماس بگیرند و سهم بگیرند. تماس بعدی رو واسه میکنیم ببینیم کدام دوست ما هستن. سلام بر شما، خودم معرفی کنم. سلام علیکم، خوب هستی؟ بخیر. بسیار تشکر از شما، ممنون. بفرمایید، خودم معرفی کنم. جان بخیر هستی. سپاسگزار از شما. اول برنامه شما نظر شما میگی حالا که اینا کس بزنه هیچ کس نمیبینه، این ناقص فامیلی والا بینیال خب بیننده هایی که اگر علاقه من نیستین به برنامه میتونن که بیننده برنامه نباشند و به برنامه هم تماس نگیرن، و اما دوستای زیاده هستن که دوست دارن در برنامه باشند و سهم بگیرن در برنامه و تماس داشته باشند. مدت کوتاه برنامه متوقف بود اما تماس های زیاده را ما دریافت کردیم که این برنامه دوباره روی دست گرفته شود و خدمت بیننده ها تقدیم شود. شما که علاقه من نیستین میتونن که دنبال کار خود باشن و هیچ ضرور هم نیست که تماس شما را داشته باشیم. تماس داریم فعلا، میبینیم کدام دوست ما هستند و از کیو تماس گرفتن. سلام بر شما آقای محترم، خدا معرفی کنند. سلام برادر، شب شما بخیر. بسیار تشکر از شما، شب شما همچنان بخیر. اسم شما و از کیو تماس گرفتن؟ برادر زهره هستم، از خیلی خانه با تماس هستم. خانم زهره خیلی ممنون، بفرمایید شما هم اگر نظر مرتبط به وضعیت امنیتی، این که تغییرات نسبت به گذشته ایجاد شده است، بفرمایید صحبت کنیم. ما کدام نظر خواست نداریم، تمام همه نظران که برادرهای ما دادن ما تایید میکنیم. ما هیچ در نظر کارهایی که امرالله صالح میکنه بر ما معاون عوض داد، هیچ ما کدام مشکل نداریم. به خاطر از این که
تامین امنیت بیشتر شده نسبت به سابق و نسبت به گذشته. درست است. فقط خواست ما و خواهش شما همی است. درست. به خاطر ازی که امنیت ما یک ذرا خوبتر گرفته شده و به خاطر که ما مرسل هستیم بسیار و بسیار از روزی که حادثه بزرگ در افغانستان رخ داده ما نمیتونیم و بسیار به فکر آرام و درد تحصیل خود برسیم. درست است. خیلی ممنون از شما. بفرمایید. ببخشید اعتماد صحبت ها طولانی میشه باز رو مدرک. بفرمایید. همی مقامات که بزرگ هستن و بلند مرتبه هستن اینا که هست اصلا عملشان محافظت خود اصلا میتونن مثلا از این دیوانه سنادی و بعضی چیز محافظتی استفاده میکنن بیار هم میشه به مردم های بلند دسته و به مردم های مقام بلند که دارن به او داده میشن. اما امن پنتون ها ما مدرسه ها مکاتب یا هست اصلا گرفته نمیشن. بسیار بسیار دولت داری اصلا توجه خاص ندارم. فرض بسیار یک پهندین شخصی نمیتونه که مثلا نمی یک گارد چندین گارد را استخدام کنم شاید اما آوائی دیر را نداشته باشم. اما دولت داری زمین کوشش زیاد کنه. ما خواهش ما همیه. تشکر. سلامت. خیلی ممنون از شما. من امیدوار هستم که نهادهای مربوط هم توجه داشته باشه و صدای شما را شنیده باشه. شبتون بخیر. همچنان تشکر. خیلی ممنون از شما. فرصت خیلی کوتاه هست و در همین فرصت باقی مانده میخوایم که نظرات دوستان را داشته باشیم و تماس بگیرن. فعلا هم تماس داریم و واسه میکنیم. سلام به شما آقای محترم، خدا معرفی کنن. با سلام و مجدد محمد هاشم هستم. یک دو سوال من خوشبختانه رخ شدین. بفرمایید. من یک خواهش جناب سالی دارم. بفرمایید آقای هاشم. به خاطر اینکه در وقت دکتر نجیب الله اگر یک منصوب غیر حاضر میشد با سارنوالی معرفی میشد تحقیقات میشد اما حال بیشی وزارت داخله سیستمش برعکس شده کسی که دلش شد میره در سای منصب است اگر در مرکز بود اگر در لولهان تبدیل میشه و دل خود میره در خانه خود میشینه یک کدام زمانت از او موجود است یک کدام تضمین موجود است که او را مردم جلب کنه و بیانه جواب خود بده. ما از امرالای خودساله این خواهش را دارم که فشار بالای وزارت امور داخله بندازه تا به خاطر که این منصوبینی که از مرکز به لولهان تبدیل میشه بسر و دل خود به خانه خود میره باز کنم واسطه پیدا کرد در مرکز خود دوباره مقرر میکنن. درست. امیدوار هستم کمی چیزی گرفته شود کمی نظم و دیسپلین وزارت داخله بالخصوص پلیس منظم شود. دیگه گفتنی ندارم. تشکر از دارم. خیلی ممنون از شما. تشکر. شبتان بخیر. فرصت کوتاه هست و در همین فرصت میخوایم که نظریات شما رو داشته باشیم و شما میتونید که تماس بگیرند و آخرین تماس واسه میکنیم ببینیم کدام دوست ما هستند و از بیا تماس گرفتن. سلام بر شما آقای محترم، خدا معرفی کنیم. سلام بر شما آقای محترم، تماس شما واسه است. علیکم السلام، اسم شما واسه بیا تماس گرفتن. امیدوار هستم همه انتخابی ما را به انتخاب هم نیست. یک تشکری از آقای اولای سوالی میکنیم که همه برنامه کارسازیش درباره همین مخالفین و منافقین و همین ویلگرد و همین جفا بسیار زیاد در شهر کابل بالای مردم تاثیرات نیکی داره و به جا گفتن زیاد جواگویی بدر نمیخیره این گفای چطفت، ولی کارهایی که الله صالح میکنه بسیار به نفع مردم است، بسیار خوبش است و مردم آرام در خانه خود زندگی میکنه. از دزد و از همی آشوبگر و از همی جفا یک ذره آرامتر شدن. ما تشکر میکنیم از این کارهای نیکی امرالله صالح. درست است. اما چقدر شما میدان هوایی جب زدیم. خیلی ممنون. اما چقدر فعلا شما رضایت دارن از وضعیت امنیتی که فعلا در شهر کابل؟ بیشتر از همی آقای امرالله صالح در این باره وضعی امنیتی که از همی دزد و ولگر در میاره تشکر جمع میکنم بیشتر دیانداز خوشحال هستیم، خوشحال هستیم. خدا کنه که همین بعضی منوال همین کارش و برنامه پیش ببره. تشکر. تا اینکه همین جلای بمید ولگردا و همین آشوبدرا گرفته شود. تشکر از شما. خدا حافظ. تشکر از شما همچنان که تماس گرفتین و امیدوار هستم که
همکاری شما را همیشه در این برنامه داشته باشم و فرصت داره ما میبینیم که کدام دوست ما هستند و تماسشان را وصل میکنیم. سلام بر شما آقای محترم، خدا معرفی کنیم. تماس شما وصل است آقای محترم، خدا معرفی کنیم. از شما تماس گرفتیم. بسیار تشکر. سپاسگزار از شما که تماس گرفتین. چقدر رضایت دارن از وضعیتی که فعلا در شهر کابل از نگاه امنیتی وجود داره؟ درست است. خیلی ممنون. بسیار تشکر از شما. سپاسگزار از شما که تماس گرفتین و بیننده های عزیز، وقت برنامه تمام است. ناگزیر با شما خدافیزی کنیم. خیلی ممنون که بیننده این برنامه بودین و تماس گرفتین در برنامه. تا فردا شب همهتون به خداوند یکتا بسپارم. شبتان بخیر. خدا نگهدار. ساده او ډاټمنا بانکوالي هیواد کې د پیسو تر ټولو بشپړه برېښنايي بټوه د زیپې د پیسو بټوه هم اسانتیا هم چټکتیا او په هر ځای او هر وخت کې په چلیریش ساته توګه له یو بانکي حساب له ډیرو کړنو سره له تاسو سره مال د پیسو لیک د پیسو تر لاسه کول د بانکی حساب لیدل او د کوچنی بانکی سټیټمنټ تر لاسه کول د موبایل د کریډټ کارت پیرل د برېښنا د بل تحویلول هغو چیزونو د پیسو ورکړه چې تاسو ورته اړتیا لرئ د پیسو استول د ازیپی د پیسو بکساک ساده امنه او بشپړه بانکوالي وی بانک د ټولو د اعتماد ور بانک. محصول جدید بانک اسلامی افغانستان، اولین کریدت کارت اسلامی از سوی بانک اسلامی افغانستان، خریداری آنلاین، پرداخت الکترونیکی، توسعه تجارت و خدمات دیگر. همین امروز درخواست کنید. بانک اسلامی افغانستان، راه به سوی کامیابی. کجا هستی؟ سلام علیکم. تصفیه کنی زمزم؟ خود دختر دیده نگفتی که از کجا خریدی؟ دیده کجا؟ از شرکت افغان جرمن. ولی دیگه دختر جان ده بریم بخیر الله ده. فیلترهای آب معدنی زمزم ضامن صحت شما. عدم آگاهی از قوانین مالیات جرایم مالیاتی را به بار می آورد. جهت رفع مشکلات مالیات، شرکت خدمات مالی صاحبی در نظر دارد تا ورکشاپ را تحت عنوان قوانین مالیات به گونه تخصصی و مسلکی برگزار کند. از تمام علاقمندان تقاضا می شود تا با اشتراک در این ورکشاپ از فرصت فوق‌العاده استفاده نموده، شرکت خیش را از هزینه های سنگین جرایم مالیاتی حفظ نماید. ساعت درسی ما 8:30 الی 9:30 صبح، 3:30 الی 4:30 عصر. جهت ثبت نام بر شماره های